آذربایجانی خداحافظی میکنیم. اما از روزی که اعلام شد که قرار هست آقای خامنه‌ای خطبه های نماز جمعه تهران رو اجرا و برگزار بکنه، حدس و گمان در مورد آنچه که او خواهد گفت بالا گرفته بود، به ویژه در میان شهروندان و کاربران فضای مجازی. مخاطبان بخش فارسی بی بی سی روز گذشته چنین گمانه زدن صحبت های امروز آیت الله خامنه‌ای رو. من فکر میکنم موقع سخنرانی آیت الله خامنه ای اولین کاری که میکنه به مردم هشدار میده که اگه بیان تو خیابون به اصطلاح نیروهای آتش به اختیار عمل میکنن و هر مجوز رو به اون نیروها میده که هر کاری میخوام بکنن. بعد یه کلمه جدید اختراع میکنه مثل بی‌بصیرت، مثل فتنه و مخالفاش رو اینجوری سرکوب میکنه. با توجه به سابقه 40 سالی آقای خامنه‌ای تو رهبری ایران، فردا میاد یکی به نعل میکوبه یکی به میخ، یعنی یه تشر به سپاهیان میزنه یه تشر هم به مردم میزنه. یه تشر به سپاهیان میزنه که میگه باید بیشتر مواظب باشید، از جان ملت و در خدمت ملت باشید و فلان باشید و اینا. یه تشر هم به ملت میزنه میگه باید بیشتر مقاوم باشیم، باید خودمون رو مقاوم تر کنیم. مواضعه ایشون مواضعه خیلی انقلابی و رادیکال خواهد بود و انتظار اینکه یک موضع نرم داشته باشن بسیار بعید به نظر میرسه. نشون دادن ایشون که به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی نیستن و تنها دفاع رو در اینجور مواقع حمله میبینن. من به عنوان یک جوان ایرانی از رهبرم توقع دارم در نماز جمعه این هفته تهران بعد از 41 سال انقلاب اسلامی اذعان و اعتراف بکنن که این حکومت دینی و حکومت بر مبنای ایدئولوژی نتوانسته حداقل نیازهای مردم رو برآورده بکنه و نتونسته به حداقل آرمانهایی که اول انقلاب پدران ما به خاطرش انقلاب کردند و به جمهوری اسلامی رأی عاری دادن به اون آرمان ها برسه، متاسفانه. و توقع دیگه من اینه که حرفای تکراری نشنویم، واژه‌ای مثل دشمن، واژه‌ای مثل بیگانه، این کلمات رو نشنویم. من فقط از آقای خامنه‌ای انتظار دارم یه مقداری خردمندانه تر از اون چیزی که تا حالا از ایشون شنیدیم و دیدیم سخنرانی بکنه، وگرنه انتظار خیلی زیادی از این سخنرانی ندارم که آقای خامنه‌ای بیاد بگه من چه 30 سال منابع این مملکت رو به باد دادم با سیاست‌های بیخود و با سیاست‌های نابخردانه و حالا مردم از شما عذر میخوام یا مثلا حالا از اینجور چیزا. نه، همچین انتظاری ندارم. اظهار نظر شما و حدسای شما بود پیش از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی. به نظر میرسه که نماز جمعه امروز تهران به پایان رسیده. نماز جمعه که آیت الله خامنه‌ای اون رو برگزار کرد و سپس سخنرانی کرد که واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی داشته. همکارم سیامک محیط‌زاده اینجاست، رصد می‌کرد آنچه که مردم میگن در شبکه‌های اجتماعی رو. چی میگن مردم؟ یه تعدادی خب قبل از اینکه سخنرانی آقای خامنه‌ای شروع بشه پیش‌بینی‌هایی می‌کردن، خیلی‌ها مقایسه می‌کردن با سخنرانی 29 خرداد 88 بعد از انتخابات 88، با اون مقایسه میکردن که حد میزدن بیاد الان آقای خامنه‌ای بیاد دوباره باز تهدید بکنه که در واقع خط نشونهایی بکشه و خیلی هم باز حد پیش میگفتن که این در واقع دارن سعی میکنن جمعیتی رو بیارن توی این نماز جمعه و کاربران از این به عنوان بزرگترین بسیج جمعیت قرن یاد میکردن، پیش بینی میکردن که به این شکل باشه. بعد از اینکه صحبت های آقای خامنه‌ای شروع شد، خب واکنش هم تقریبا همزمان باهاش شروع میشد. بیشتر طرفدارای در واقع کاربران نزدیک به حکومت بیشتر با توییت کردن عین جملات آقای خامنه‌ای واکنش نشون میدادن و صحبت زیاد آنچنانی از طرف کاربران نزدیک به حکومت تا الان دیده نشد. اما خب کسانی که مخالف بودن در مقابل صحبت‌های مختلف آقای خامنه‌ای هم واکنش نشون دادن. آقای خامنه‌ای با در واقع مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شروع کرد و جمعیتی که اونجا حضور داشتن با این شروع کرد و این خودش باعث شد یه سری از کاربران مخالف حکومت در واقع در مورد این قضیه و انتقاد به کسانی که میگفتن که ما آقای تشییع جنازه آقای سلیمانی رو جدا از حکومت میدونیم و این ربطی به
اینکه ما منتقد حکومت هستیم نداره، این مورد انتقاد قرار دادن و گفتن که این حضور شما باعث شده که اینا به نفع خودشون بهره برداری بکنن و در واقع الان آقای خامنه‌ای داره از این جمعیتی که اونجا حاضر بودن داره استفاده میکنه که مشروعیت بده به نظام. این همین اتفاق برای قضیه انتخابات افتاد، یعنی زمانی که در پایان صحبت‌های آقای خامنه‌ای وقتی در مورد انتخابات صحبت کردن و گفتن که انتخابات باید پررنگ باشه و حضور در انتخابات باعث میشه کشور بیمه بشه، دوباره همین انتقادو کسایی که بعضی از کاربران داشتن به کسایی که میگفتن که میگن که اگر در انتخابات شرکت نکنیم نمیتونیم در واقع مبارزه بکنیم، میگن این در واقع تفسیری که شما دارین برای حضور در انتخابات خودش باعث میشه که خودتون کمک میکنین به مشروعیت نظامی که خودتون منتقدش هستین و مخالف اون هستین. بیشترین واکنش هایی که الان داشتیم تو این قضیه بود. در مورد شعار نه غزه و نه لبنان آقای خامنه‌ای صحبت کردن، گفتن کسانی که این شعار رو سر دادن حتی حاضر نیستن از منافع خودشون برای مملکت بگذرن چه برسه به جانشون، و گفتن آقای سلیمانی از منافع و جانش گذشت به خاطر کشور. تعدادی از کاربران در توییتر گفتن که این سوال رو بهتر از پویا بختیاری و مصطفی کریم بگی بپرسید. نگاه دیدم بله. رو بله. که دقیقاً اینو این دو نفر رو در مقام از دیدگاه اونا در مقام آقای قاسم سلیمانی قرار دادن که خب اینها هم در جون خودشون رو به خاطر مملکتشون از دست دادن. اینا بیشترین واکنش های بوده که توی سوشال میدیا تا حالا داشتیم، تو شبکه های اجتماعی داشتیم بعد از سخنرانی، در طول سخنرانی آقای خامنه‌ای. حالا الان از الان به بعد که به هر حال تعداد بیشتری از مردم صحبت های آقای خامنه‌ای رو مرور خواهند کرد، حتما واکنش های بیشتری خواهیم داشت و توی بولتن های خبری بعدی باز بیشتر در موردش صحبت. من میخواستم از مخاطبانمون هم دعوت بکنم که حتما اظهار نظر کنن. بی بی سی شما، شناسه ماست در تلگرام، اظهار نظرهای شما رو خواهم خوند. میبینم که برخی از شما نوشتید که به نظر شما آنچه که امروز آقای خامنه‌ای گفته حرف تازه‌ای نبوده و همینطور او رو از او انتقاد کرده. بیننده ما بهار نوشته که چطور می شود 176 نفر کشته شوند اما طبق معمول 176 نخبه ما فدای قاسم سلیمانی شود، که آقای خامنه‌ای برای دقایق طولانی در مورد آنها صحبت کرد اما وقتی به کشته شدگان هواپیما و حمله موشکی به هواپیما رسید از اون زود گذشت. بی بی سی شما، شناسه ماست در تلگرام. اجازه بدید که با دامان گلریز صحبت کنم اگر همچنان روی خط ارتباطی با ما هستند. آقای گلریز، می‌خواستم از شما همین سوال رو بپرسم. به هر حال بسیاری میگفتن ممکن است آقای خامنه‌ای برای توجیه اون بخش از افکار عمومی که عصبانی هستن، ناراحت هستن، خشمگین هستن از سقوط یک هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران دست کم بیشتر اشاره بکنم، آقای خامنه‌ای اولویت نداد و از همون شب، دقیقاً از همون دقایق صحبت کرد، سطوت حمله موشکی سپاه رو به پایگاه‌های آمریکایی که تلفاتی هم نداشته. به هر حال می‌دونیم که حتی ایران ظاهراً قبلش به طرقی اطلاع داده بوده یا آمریکایی‌ها مطلع شده بودن و بعدش هم گفته به آمریکایی‌ها که مطمئن باشن حمله دیگه‌ای صورت نخواهد گرفت. آقای خامنه‌ای حماسه سرایی کرد در این زمینه اما در مورد حمله به هواپیما به هر حال در انتهای صحبتش سخن گفت. چی فکر می‌کنید؟ آقای خامنه‌ای در این حال به نظر من با نشون ندادن واکنش درست نسبت به سقوط هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه نشون داد که این هواپیما و سقوطش و 176 کشته بیگناه در این هواپیما نوعی تلفات جانبی بوده یا collateral damage که در بازی‌های استراتژیک در جنگ هم این تلفات اتفاق می‌افتند، یعنی خودی که خودی رو می‌کشه برای اون موشک پراکنی‌ها به بیابان‌های عراق. و من فکر میکنم مردم ایران انقدر آگاه هستند که قشنگ متوجه باشند که صحبت آقای خامنه‌ای دوباره خودش رو به جای اینه که بتونه مردم رو، دل مردم رو به دست بیاره، جدا کرد مردمی رو که در خیابان‌ها هستند، معترض هستند و دیگه الان بخش فقط کم درآمد تحصیل کرده، بخش فرودست آگاه نیستند. این اتفاقی که برای هواپیما اوکراینی افتاد، آقای حمیدانی، بخشی که واقعا سوار هواپیما میشه، بخشی که خانواده‌ها در خارج کشور داره، بخشی که به هر حال سفرهای هواپیمایی در داخل کشور در خارج کشور داره، بخش متوسط به بالا رو هم بیدار کرد که
این رژیم حتی امکان حفظ امنیت شهروندان رو توسط موشک‌های خودش هم نداره در کشور خودش، در چارچوب جغرافیایی ایران، چه برسه به خارج از کشور. و این خیلی نکته مهمیه که خامنه‌ای هیچ واکنشی نشون نداد. البته چون شما در صحبتتون مطرح بود، من یه اشاره‌ای بکنم. ببینید، خیلی‌ها که در توهم اصلاح طلبی بودن در 20 سال گذشته و متوجه 20 سال لازم داشتن که متوجه بشن این رژیم قابل اصلاح و اصلاحگری نیست، بلکه کسی که اینجا اصلاح شد فقط میدونید نظرات خودشون بود در مورد اصلاح طلبی. خامنه‌ای قدرتمندتر شد، سپاه قدرتمندتر شد. این افراد در این توهم بودن بعضیشون که حالا خامنه‌ای میاد و نوعی با مردم تعامل میکنه. به نظر من از فهم تئوریک و از نگاه عمیقی برخوردار نبودند که متوجه بشن خامنه‌ای هیچ وقت این کار رو نمی کنه. تا دقیقه 90 خامنه‌ای نسبت به مردم ایران کوتاه نخواهد اومد و همون سیستمی رو دنبال میکنه که من برعکس یکی از مهمانان شما معتقدم که ایران به طرف کره شمالی شدن پیش نمیره، بلکه جمهوری اسلامی ایران رو میخواد به طرف تجربه‌ای که در سوریه پیدا کرد با بشار اسد به اون طرف پیش بره و اصلا کوتاه نخواهد اومد. با خارج از کشور شاید با امریکا، با اروپایی ها به یه شکلی به یه تعاملی برسن، ولی با مردم ایران که در خیابان ها هستند، عکس سلیمانی رو پاره می کنند، به خامنه ای برای استعفاش حرف می زنند و می دونید و کلن دیگه تموم ماجرا رو فریاد می زنند، با این مردم به هیچ وجه وارد تعامل نخواهد شد و تا دقیقه 90 به همین شکل پیش خواهد رفت. آقای گلدوزین رو هم بگم که تصاویری از خودداری، از پاگذاشتن مردم روی پرچم آمریکا در حاشیه نماز جمعه تهران منتشر شده. کاربران توییتر تصاویری رو از پخش زنده تلویزیون ایران از اطراف مصلی تهران منتشر کردن که نشان میدهد بعضی از نمازگزاران از عبور کردن از روی پرچم آمریکا خودداری میکنن. آقای گلدیز، برگردیم به مسئله هواپیما. دیروز اینجا در لندن جلسه برگزار شد به حضور وزرای خارجه کشورهای کانادا، بریتانیا، اوکراین، سوئد و افغانستان و در مورد کشورهایی که به حال اتباعشون در این هواپیما کشته شدند و این وزرا از حکومت ایران خواستن پاسخگو باشه، شفاف باشه و در واقع در رابطه با تحقیقات در مورد سقوط این هواپیما بیاد و به درستی رفتار بکنه و اینها این کشورها را هم در واقع دخالت بده در روند این تحقیقات. و بسیاری هم میگن از جمله دولت اوکراین، از جمهوری اسلامی خواسته بود که بیاد رسما به اشتباهی که شده اذعان بکنه و عذرخواهی بکنه، اما در سخنان فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی حتی یک بار هم واژه اشتباه تا اونجایی که من شنیدم و همکارانم شنیده نشد. تصور میکنید که این چه پیشبینی میکنید در واقع در مورد تحقیقات درباره سقوط این هواپیما در سایه آنچه که آیت الله خامنه‌ای لحظاتی قبل گفت؟ فردای سقوط هواپیمای اوکراینی، من از همون فردا اتفاقا این رو توییت هم کردم، معتقد بودم که این اتفاق نه فقط یک خطا نبوده، بلکه به نظر من عمدی بوده. یعنی چی؟ یعنی اینی که با میدونید خبرهایی هم که میاد بیرون، گزارش نیویورک تایمز، گزارش بلومبرگ، گزارش فوربس، و همه اینها نشون میده که درجه عمدی بودن سقوط هواپیمای اوکراینی خیلی زیاد. برای چی؟ من زیاد به مسائل جزئیش نمیرم که دقیقاً در چه ساعتی چه اتفاقی افتاد و اینها، به این علت که این فرصتی بود و صحبت‌های فرمانده سپاه، صحبت‌های خامنه‌ای امروز این نظریه رو هم قوی‌تر می‌کنه. برای اینکه برای سپاه پاسداران، برای خامنه‌ای که طبق گفته‌های خودش فقط قدرتمندتر شدن رو مد نظر داره، بهترین فرصت بود که بتونه نشون بده که نیروی هوایی سپاه پاسداران در چند هزار پایی یا چند کیلومتری میتونه یک هواپیمایی رو سقوط بکنه، سقوط بده، و همچنین در مورد پهپاد هم همین کار کرد. من گمان میکنم که درجه عمدی بودن این اتفاق خیلی زیاده و دفعه اول هم نیست. برای انقلاب
سینما رکس رو با 400 نفر. آقای گلدوز، البته باید منتظر بشیم اگر تحقیقاتی انجام بشه. این دو نکته رو هم اضافه بکنم البته به حرفای شما که یک مقام وزارت بهداشت که دو فرزندش در این هواپیما بودند گفته که حادثه نمیتونه سهوی باشه. همینطور مقامات اوکراینی هم دیروز گفتن احتمال عمدی بودن سقوط هواپیما رو هنوز از دستور کار خارج نکردن. دامان گلدوز روی خط با ما بمونید، صحبت خواهیم کرد با شما. اما مهدی مهدوی آزاد از بن آلمان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با ما هستن. آقای مهدوی آزاد، در اروپای مرکزی صبح شما بخیر. واکنش شما و تحلیل شما در مورد آنچه که شنیدید آیت الله خامنه ای گفتن چه است؟ چه موقع تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان بعد از اینکه حدود 60 نفر از شهروندان ما کشته شدند، روی یک روزنامه بنیادگرا تیتری زد عنوان کرمان به قربانت، یک شهر به قربان یک نفر. به نظرم پیام سخنرانی امروز آیت الله خامنه این بود که ملت به قربانم، یعنی کشور ایران به قربان من. هیچ نشانه ای از وضعیت امروز ایران، به خامت اوضاع امروز ایران در سخنرانی آقای خامنه‌ای شما نمیدیدید. تحلیل تمامی ناظران، از ناظران حکومتی و نزدیک به حکومتی تا مستقلها تا مخالفین، تحلیل تمام کشورها این است که اوضاع ایران بسیار وخیمه. بحران سیاست خارجی که تا جنگ رفته، بحران داخلی، معترضان، شهروندان کشته شده، اقتصاد فروپاشیده شده، ملت دچار انشقاق. با این حال برداشت آقای خامنه‌ای از همین شرایطی بود که ایران در یکی از بهترین موقعیت‌های خودشه و با حالت عاقلاندرستی هم به ما میگفت شما چرا نشانه‌های خدا رو نمی‌بینید، دست‌های خدا رو نمی‌بینید. منظورش البته حضور مردم در سخنرانی بود. آن چیزی که به نسبت حکومت و مردم باید نگاه بکنیم در این سخنرانی شوکه کننده تر هست. یعنی آقای خامنه ای اصلا نگاهش به معترضان حتی این نبود که باشون همراهی بکنه یا حتی انتقاد بکنه. انکار معترضان، اهانت به معترضان بود. معترضانی که قاسم سلیمانی رو حالا عکسش کشیده بودن پایین، گفت شما فریب خورده اید. حتی به معترضان مربوط به شلیک سپاه به اوکراین هم رهبر جمهوری اسلامی توهین کرد. در مجموع من فکر میکنم آقای خامنه ای بر روند خطا و این سیاست استراتژیک، راهبرد استراتژیک خطایی که در واقع در درگیر شعارهای ایدئولوژیک هست اصرار کرد. این اصرارش باعث خواهد شد ایران روزها، هفته‌ها و ماه‌های بسیار سختی خواهد داشته باشه. از چه نظر سخت‌تر آقای مهدوی آزاد؟ ببینید روند رو به آینده تقریبا قابل پیش بینی است. اگر در ایران کسی پیدا نشه، قرار نشه مذاکره ای بکنه، قرار نباشه نرمشی برای مردم در مقابل مردم به خرج بده، اگر قرار نباشه روند عوض بشه، انتهای این مسیر روشن هست. انتهای این مسیر با آمریکا به احتمال زیاد به درگیری مستقیم خواهد کشید، با اروپا به جایی خواهد رسید که همین محدود منافذ مربوط به دور زدن تحریم ایران هم از بین خواهد رفت، اروپا هم خواهد رفت پشت تحریم های ایران، روس ها و چینی ها هم با ما همراه نخواهند بود. در داخل کشور هم معترضان رو که نمیشه کشت، 1500 تاشون نمیشه کشت، 2000 تا 10000 تا نمیشه، چند میلیون شهروند رو کشت، دانشگاه ها رو نمیشه تعطیل کرد، روز نمیشه همین کارا رو، اینترنت رو بست نمیشه. اینا همش اقدامات موقته. باید روش راهی پیدا بکنه حکومت و چون راهی نداره واضح است در داخل کشور هم در واقع تنش‌ها بیشتر خواهد شد. حکومت در باتلاق خشونت، در باتلاق واکنش‌های انفعالی فرو خواهد رفت. این آینده در واقع محتومه اگر کسی در این لحظه تصمیمی نگیره و چیزی رو عوض نکنه. آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید که صحبت بکنیم در مورد اون بخشی از اظهارات آیت الله خامنه‌ای که البته به آلمان، فرانسه و بریتانیا تاخت. ابتدا اونها رو متهم کرد به همدستی با صدام حسین در جریان آنچه که او دفاع مقدس خوان، جنگ ایران و عراق، و بعد گفت البته ما از مذاکره بجز آمریکا ابایی نداریم. این رو چطور شما تحلیل میکنید اگر که در قالب اتفاقات روزهای گذشته به ویژه فعال شدن مکانیسم حل اختلاف برجام توسط این سه کشور بررسیش بخوایم بکنیم؟ ببینید در ذهنیت، در گفتمان ذهنی و همچنین در پارادایم رفتاری آقای خامنه ای شما به غیر از روسیه از کشور دیگری رو نمیبینید که او رابطه خوبی داشته باشه. ولادیمیر پوتین تنها مقام دنیاست که آقای خامنه ای از او تعریف کرده. با اروپایی ها هیچگاه رابطه رهبری جمهوری اسلامی خوب نبوده. خاطرتون هست که بعد از برجام، موقعی که اروپایی ها میخواستن در ایران سرمایه گذاری کنن، رئیس جمهور اتریش رفت ایران، به قدری با او موهن و بد برخورد کرد که رئیس جمهور اتریش بعداً آمد با رسانه‌های اون کشور مصاحبه کرد، از جمله با بی بی سی فارسی هم مصاحبه کرد. به صراحت گفت برداشت من از آقای خامنه ای این هست که نمیخواهد ما اونجا سرمایه گذاری بکنیم. عین همین رفتار او رو شما با رئیس جمهور فرانسه، طرح آقای رئیس جمهور فرانسه و اساساً کشور فرانسه میبینید. با آلمان هم همین رفتار رو کرد.
کرد. نه الان، نه زمان میکنه، این رفتار دائمی آیت الله خامنه ای است. بنابراین در وهله اول باید بگم این نوع رفتار پرخاشگرانه آقای خامنه ای لزوما تحت تاثیر تحولات جدید ایران و اروپا، از جمله در واقع فعال کردن مکانیزم ماشه یا دورخیز اروپا برای برگردوندن تحریم‌های بین‌المللی نیست. منتها در سطح دوم میتونیم بگیم که بله آقای خامنه ای از این عصبانیه. منتها سوال این هستش که با راهکار او چیست؟ یک سال نمی که همینو میگه، میگه ما نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم، یه FATF رو میگن تصویب بکنید مجمع تشخیصش و خودش نمیگذارن، هیچ اجازه مذاکره ای نمیده. چه راهکاری ارائه میده آیت الله خامنه ای؟ در این سخنرانی هیچ راهکاری وجود نداشت، دوباره اصرار بر شعارهای بی معنی و اصرار بر رهیافتهایی که غلط بودنش رو تا به حال به چشم دیدیم. برای نه تنها با آقای خامنه ای تلاش نمیکنه از این بنبست خارج بشه، من فکر میکنم روز به روز با این حرفاش داریم این بنبست رو جدیتر و سختتر و بدتر هم میکنه. آقای مهتوی اجازه بدید همینجا بگم که به هر حال همونطور که خود شما هم گفتین بار نخستی نیست که آیت الله خامنه ای دارن این اظهارات رو میکنن، به ویژه در مورد مذاکره با ایالات متحده آمریکا. اما در اوج همین اظهارات آمریکا ستیزانه آیت الله خامنه ای در ابتدای دهه 90 خورشیدی بود که بعداً خبردار شدیم مقامات ایرانی از دولت آقای احمدی نژاد مذاکره میکردن با دولت ایالات متحده آمریکا در عمان. این رو چطور میبینید؟ آیا چنین امکانی رو با توجه به شرایطی که به هر حال به ویژه در طول دو هفته گذشته دیدیم، اسمش رو من همیشه گذاشتم دومینوی بحران ها، از کشته شدن قاسم سلیمانی بگیرید تا امروز که هستیم، چنین آیا در شرایط فعلی به ویژه با از دست دادن قاسم سلیمانی شما همچین احتمالی رو میبینید؟ ببینید آنچه که شما میگید مربوط به سالهای 90 و 91 و اوایل 92 هست که با آقای خامنه ای به علی اکبر صالحی اجازه داد، موقعی که احمدی نژاد از پرونده هسته‌ای بیرون رفت و گفت دیگه مسئولیت نمیپذیرم، به صالحی اجازه داد که در عمان با آمریکایی ها مذاکره بکنه. از نظر تئوریک چنین چیزی غیر ممکن نیست، احتمالش هست. آقای خامنه ای اصلا همین، شما به گذشته برنگردید، در همین ماجرای معروف به انتقام سخت هم شما دیدید انتقامی که گرفته شد عملا انتقام سخت نبود، یعنی بعدا معلوم شد که ایران به عراقی ها اطلاع داده و میخوام این کارو بکنیم. ایران از سه کانال به آمریکایی ها پیغام داده بود که ما دیگه کار دیگه نخواهیم کرد، عملا تشویقشون کرده بود به اینکه واکنش نشون نده. کامل واضح بود که ایران فقط قصد بازی تبلیغاتی داره. بنابراین در روی کاغذ بعید نیست که تن به چنین چیزهایی بدن، چه بسا بعدشون هم نیاد. منتها مجموع معادلات به طوری چیده شده که با این دو بازی‌های ساده انگارانه خروج از این بنبست خیلی دشوار به نظر میرسه. با اینکه جمهوری اسلامی حکومت مستقر، هنوز ابزارهای زیادی داره، هنوز چیزهای زیادی داره با آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها بفروشه، اونها می‌خرن، دوست دارن مذاکره کنن، ولی این معادله طوری است که نمیشه با این روش‌های ساده، سخت بیرون اومدن. یکی از این دلایلش این هست، اعتراضات داخلی است. مجموعه اعتراضات داخلی به اضافه اوضاع بسیار وخیم اقتصادی ایران که بخش زیادیش به ضرب زور مسائل امنیتی و پروپاگاندای رسانه‌ای تونستن حفظش بکنن، اینها آمریکایی‌ها رو احتمالاً به این نتیجه می‌رسونه که ایران بیش از اون که تصور می‌کردن تحت فشاره و بیش از اون که شاید ارزیابی می‌کردن سیاست تحریم‌ها به نتیجه رسیده. برای فکر می‌کنم در طرف آمریکایی هم فعلاً در این لحظه انگیزه چندانی برای مذاکره وجود نداشته باشه. بینندگان عزیز، نظارگر برنامه ویژه‌ای هستید که بلافاصله بعد از آغاز سخنرانی آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران آغازش کردیم و با تحلیلگران مشغول تحلیل آنچه هستیم که آیت الله خامنه ای در مصلای تهران گفت. در خبرها آمده که جواد ظریف امروز در سر راه بازگشت از هند در مسقط در عمان توقفی خواهد داشت. می‌دونیم که عمان دست کم در زمان سلطان قابوس یکی از عمده‌ترین کشورهایی بوده که در مقام میانجی میان ایران و ایالات متحده آمریکا بازی کرده. با مهدی مهدوی آزاد صحبت می‌کنیم، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، سوال بعدی من از شما در مورد اظهارات آیت الله خامنه‌ای هست درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که آقای خامنه‌ای اون رو از انتخابات به عنوان بیمه نام برد. به هر حال نقش انتخابات معمولاً انتخاب نمایندگانی هست از مردم برای اداره کشور. چه شده که آیت الله خامنه‌ای انتخابات رو به منزله بیمه می‌بینه؟ این رو بگم که خیلی وقتا در این سخنرانی های حکومتی که خوب هم برنامه ریزی میشه، بعضی وقتا پیام ها و نشانه هایی وجود داره که از اصل سخنرانی حتی مهمتر هست. از جمله یکی از نشانه ها شعارهای تند امروز معترضین بود. معلوم بود وزیر شعار چه شعارهایی میده. عمده این شعارها این بود که ما دوست داریم با آمریکا بجنگیم. عمده این شعارها نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا بود که آقای خامنه‌ای هم تایید میکرد.
بنابراین در این فضای گفتمانی که فضای جنگ و در واقع فضای شمشیر کشیدن بود، ما باید حرفای آقای خامنه ای رو تحلیل بکنیم. اون بخش بخش مربوط به حرفای انتخاباتی آقای خامنه ای اتفاقا به نسبت حرفای قبلی او حتی سست‌تر هست. یعنی اگر خاطرتون باشه در انتخابات قبلی مجلس رهبری جمهوری اسلامی آمد به مردم گفت شما حتی اگر مخالف حکومت هم هستید برای ایران بیاید در انتخابات شرکت کنید، که برخی از فعالان تصور کردن منظور این هست که مخالفین هم میتونن نامزد بشن، که بعدا گفت نه نامزد نمیتونن بشن، بیاید فقط رأی بدید. امروز حتی چنین شاخ زیتونی هم به منتقدان نشون نداد، یعنی حتی خودش رو محتاج ندید که به منتقدان بگه حالا بیاید به خاطر ایران با من متحد بشید. و یادمون باش این در شرایطی است که ظرف دو سه روز گذشته اخبار تندی در مورد رد صلاحیت‌های گسترده منتشر شده، حتی آقای روحانی اعتراض بسیار شدید و لحنی کرد، آقای کدخدایی جواب بسیار تندی به اون داد. برای من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای در این زمینه حتی امروز به نسبت استانداردش خودش رو بی‌نیازتر به انتخابات می‌بینه به نسبت استاندارد معمول خودمون. پیش‌بینی می‌شد که ممکن است آیت الله خامنه‌ای به هر حال در مورد دولت حسن روحانی هم صحبتی بکنه، به هر حال کم سابقه هم نیست از زمان دولت آقای احمدی نژاد تا حالا قبل‌تر آقای خامنه‌ای اگر انتقادی هم داشته باشن میگن در سخنرانی خودشون. امروز چنین نکرد آقای خامنه‌ای، نمیتونه این کار رو بکنه. نه، من تصورم این بودش که از دولت روحانی اصلا انتقاد نخواهد کرد. آقای خامنه‌ای خوب میدونه از منظر راهبردی آن چیزی که برای حکومت ها کشنده است سم مهلک اختلافات داخلی است. ببینید نفس همه مردم یک کشورم بیان توی خیابون، نفس اون اعتراضات در یک حکومت خودکامه منجر به فروپاشی نمیشه. اون چیزی که منجر به فروپاشی میشه شکاف حاد داخلی است که بر اثر اعتراضات تشدید میشه و بخشی از قدرت شروع میکنه به کارشکنی یا فاصله گرفتن یا حذف کردن طرف مقابل. آقای خامنه‌ای خوب میدونه که تضعیف دولت، هر دولتی الان سر کار باشه، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه چپ، چه راست، تضعیف رئیس جمهور به معنی این هست که خودش رو داره بیش از حد تضعیف میکنه. بنابراین من فکر نمیکنم که آقای خامنه‌ای در حتی در هفته های آینده، حتی در ماه های آینده وارد انتقاد تند از دولت روحانی بشه، مگر آنکه پشت پرده درگیری ها به حدی رسیده باشه که در بیرون نمود پیدا کنه، یا اینکه رهبری حکومت به هسته سخت قدرت تصمیم گرفته باشن برای بیمه کردن یا برای مثلا بهبود وضعیت خودشون یک نفر رو قربانی کنن و اون هم البته دستگاه اجرایی کشور هست. آقای مهدوی آزاد، یک سوال دیگر هم من از شما دارم. نقل قول میکنم از آقای خامنه‌ای، گفته جهان اسلام باید عوامل تفرقه را بردارد. جهان اسلامی که آقای خامنه‌ای از او صحبت میکنه به هر حال کشورهای عربی منطقه هم هستن که جمهوری اسلامی تقریبا با هیچ کدومشون رابطه خوبی نداره. این بخش صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو چطور ارزیابی میکنید شما؟ نه، جهان اسلامی که آقای خامنه‌ای ازش صحبت میکنه چیزیست که فقط در ذهن او وجود داره، در جغرافیای بیرون، در خارج وجود نداره. بخش بزرگی از جهان اسلام آقای خامنه‌ای رو حتی بنده رو مسلمان اصلا نمیدونند، سنی مذهب هستن. زمینی که تقریبا تمامی جهان اسلام بلا استثنا تمامی دولت‌های جهان اسلام عملکرد حکومت ایران رو عامل اصلی تفرقه می‌دونن. آن چیزی که به نام جهان اسلام در ذهن آقای خامنه‌ای هست، بعد از سپاه و بسیج، یعنی سید حسن نصرالله در لبنان، شیخ زکزاکی در نیجریه، نمی‌دونم حماس، یه گروه کوچک در یمن، مجموعه اینها رو آقای خامنه‌ای جهان اسلام می‌دونه. و موقعی که میگه عوامل تفرقه رو بعد بردارن، در واقع یک شعار قدیمیه، یعنی بخش بزرگی از حرف آقای خامنه‌ای واقعا قابل تحلیل نیست، تکرار یک شعار بی‌معنی در که جغرافیای خاصی نداره، نشانگاه خاصی هم نداره و فقط یه تعداد کلماتی که پشت سر هم گذاشته میشه. سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد که از بن آلمان با ما صحبت میکردن. ساعت به وقت لندن 10:02 بامداد، به وقت تهران 13:32 بعد از ظهر جمعه است. شنوندگان و بینندگان عزیز، البته شنوندگان رو بر حسب عادت گفتم، بینندگان عزیز، میخواستم از شما دعوت بکنم که اظهار نظر بفرمایید. بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام، اما بخش دیگری از اظهارات آیت الله خامنه ای رو بشنویم امروز در نماز جمعه تهران در مورد رابطه ایران و کشورهای منطقه، یا آنچه که او جهان اسلام نامید. تنها راه در پیش پای ملت ایران عبارت از قوی شدن. باید تلاش کنیم قوی بشیم. ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت. ما به حمد الله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قویتر هم خواهیم شد. البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست، قدرت نظامی نیست، اقتصاد کشور
باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشه، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمون به نفت. اظهارات آیت الله علی خامنه ای بود، رهبر جمهوری اسلامی، با دامان گلری صحبت بکنیم. آیت الله خامنه ای صحبت از قوی شدن میکنه و میگه منظورش قدرت نظامی نیست و صحبت از قدرت اقتصادی ایران میکنه در شرایطی که به هر حال وضع ایران چنین است که میدونیم و تحریم‌های گسترده یا بر ایران از جانب ایالات متحده آمریکا وضع شده، اگرچه بین‌المللی نیست اما به هر حال بقیه کشورها هم ترجیح میدن با آمریکا مراوده داشته باشن تا با جمهوری اسلامی ایران. این قدرت اقتصادی شدن، قوی شدن ایران به عنوان کشوری که کم و بیش ایزوله هست رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این شعار است یا شدنی است؟ دامان گلریز. ببینید، واقعیت اقتصادی خب نشون دهنده این هستش که نظامی که به نیمی از اقتصادش به فروش نفت وابسته است، الان از 2.8 میلیون بشکه در روز صادرات نفت در یک سال گذشته به کمتر از 300 هزار بشکه رسیده. خب خیلی نمیشه این رو ادامه داد، این وضعیت رو خیلی نمیشه ادامه داد. من فکر میکنم که حتی خامنه ای هم این رو متوجه هست و میفهمه، ولی در جای دیگه همونجور که عرض کردم خدمتتون، باید این رو هم در نظر بدیم، قرار بدیم که راه دیگه هم نداره خامنه ای. یعنی نمیتونه بیاد و با مردم به طور مثال در سخنرانیش بیاد بگه که من استعفا میدم، انتخابات آزاد برگزار میکنم، به مردم این اجازه رو میدم که پای صندوق رأی بیان و نظام خودشون رو تعیین بکنن، نوع نظام رو، محتوای نظام رو، و ما دیگه کار تروریستی در خاورمیانه انجام نمیدیم. میدونید این توهم امکان پذیر نیست با داده های جمهوری اسلامی، با جوهره جمهوری اسلامی، با نقش و میراثی که خامنه ای از خودش گذاشته به عنوان رهبر مسلمانان جهان، امکان پذیر نیست. به نظر من این سخنرانی در امروز، این جمعه 27 دی 1998 و سخنرانی خامنه ای، به نظر من در آینده نشون خواهد داد که یک سخنرانی مهمی بود برای اینه که توازن قوا بین مردم ایران و حاکمیت ولی فقیه رو از امروز خیلی دقیق‌تر وارد چالش بکنه. یعنی از امروز مردم متوجه خواهند شد هرچه بیشتر، حتی اونایی که یک مقداری شاید امید داشتند که خامنه‌ای با راه حلی بیاد که به نفع ملت ایران باشه، نه فقط امت طرفدار جمهوری اسلامی، متوجه میشن که فقط آینده رو این توازن قوا اگه به هم بریخته بشه، یعنی قدرت حاکمیت ولی فقیه در مقایسه با قدرت ملت ایران برای تغییرات، اگر بشه این قدرت کمتر بشه و قدرت مردم بیشتر بشه، میشه آینده ای رو تصور کرد که مردم بتونن حاکمیت ملی خودشون رو داشته باشن. این سخنرانی این توازن قوا رو به چالش خواهد کشید و به نظر من تظاهرات ها بیشتر خواهد شد، اعتراضات بیشتر خواهد شد و جمهوری اسلامی، خامنه ای، روحانی، ظریف هیچ راه حلی رو ندارند برای اینی که بخوان آینده رو ترسیم بکنن، مگر اینکه بخواد اتفاق بیفته از نوع اینی که تصور کنند که در امریکا تا یک سال آینده ترامپ انتخاب نشه، بتونن به سمت بمب ساختن بمب هسته‌ای حرکت بکنن و از این طریق بتونن به مردم این احساس رو برسونن که خب آینده دیگری رو ما میتونیم متصور بشیم. ولی با داده های امروز نشون دهنده اینه که مشکلات و بحران ها و ناراحتی مردم نسبت به حاکمیت انقدر گسترده است که ما با پروسه فروپاشی و توسعه این روند مواجه خواهیم شد. آقای گلریز، مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین اینجا در لندن، نوشته آقای خامنه‌ای تعمد داشت بگوید من صدای انقلاب مردم ایران رو نشنیدم. چی فکر میکنید؟ مقایسه جمهوری اسلامی با روندی رو که محمد رضا شاه دنبال کرد و اون مصاحبه‌ای که در مورد صدای انقلاب شما رو شنیدم، به نظر من مقایسه درست و دقیقی نیست. از هیچ جهتی این دوتا رو نباید با هم مقایسه کرد، نه شاه
با قابل مقایسه است با خامنه ای و نه رژیم شاه قابل مقایسه است با جمهوری اسلامی. به نظر من هنوز هم مردم درسته که در خیابان ها هستند، درسته که اعتراضات بسیار گسترده است، ولی ما چیزی که مشاهدش هستیم اینه که این لایه های اجتماعی هر روز به هم نزدیکتر میشن و صحبتی از انقلاب مطرح نیست. بیشتر صحبتی که مطرح هست به نظر من برعکس آقای خانساری موضوع اینه که همونجور که یکی از مهمانان شما هم مطرح کرد، فروپاشی جمهوری اسلامی مطرحه. میدونید فروپاشی رژیم شاه مطرح نبود، بلکه اون انقلابی بود که به هر حال اتفاق افتاد، ولی در حال حاضر ما با فروپاشی و با یک نوع خستگی فلزی از نظر سیاسی مواجه هستیم که خامنه‌ای به نظر میاد که این روند رو ادامه خواهد داد تا دقیقه 90. و من فکر نمی کنم که درایت پادشاه فقید ایران رو داشته باشه که بخواد بگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم در اون مقطع زمانی به این معنا که من به دنبال سرکوب مردم خودم نیستم. خامنه ای و امثال خامنه ای برای سرکوب مردم ایران به نظر من هیچ تعللی نشون نخواهند داد، چه بسا که در مورد کشته شدن 176 نفر در هواپیمای اوکراینی که سپاه ساقطش کرد نه عذرخواهی کردن و حتی قبول اشتباه کردن. این نشون دهنده اینه که اصلا کلن جنس فرق میکنه با دامان گلریز. البته این اظهارات رو، این بحثا رو داریم در شرایطی میکنیم در سایه 40مین سالگرد انقلابی که در سال 57 در ایران به وقوع پیوست، روز گذشته در واقع 40مین سالگرد خروج محمد رضا پهلوی و خانواده سلطنتی از ایران بود. اجازه بدید که با هادی نیلی صحبت بکنیم، خبرنگار ما اینجا در استودیو به من پیوسته. هادی صبحت بخیر. میدونم که اظهارات آیت الله خامنه ای رو از ابتدا گوش میکردی، دنبال میکردی و میخواستم از تو بپرسم اگر بخوایم مقایسه بکنیم آنچه که آیت الله خامنه ای امروز گفت با آخرین نماز جمعه که او خواند در سال 1390 و بعد مشهورترین نماز جمعه پیش از اون در سال 1388 در سایه انتخابات جنجال برانگیز اون سال، اینها چه تفاوتی با هم میکنن؟ در مقایسه با نماز جمعه که سال 90 همین ماه، در واقع همین هفته های سال آیت الله خامنه ای داشت، شاید ما اگه بخوایم مقایسه بکنیم شباهتش این باشه که قبل از اون نماز جمعه هم خیلی ها گمانه‌زنی های هیجان آمیزی میکردن اما اینکه چه ممکنه باشه در این سخنرانی و نبود نهایتاً. شاید این بار هم این رو بشه این دور مقایسه کرد. از بابت دیگه تفاوتش با نماز جمعه که سال 88 رهبر جمهوری اسلامی و در شروع کوران اعتراض‌های بعد انتخابات ریاست جمهوری انتخاباتی که مناقشه برانگیز شد و دو نامزد به نتیجه‌اش اعتراض کردن، اون رو تقلب خوندن و یک نامزد سوم هم محسن رضایی هم مدعی در واقع دست بردن در آمار یا حداقل مخدوش بودن آمار شد، در واقع تنها نامزد پیروز بود که تایید کرد انتخابات خیلی زود. بعد از اون انتخابات و در شروع اعتراض‌ها آقای خامنه‌ای وقتی من سخنرانی کرد در واقع یک لحن قاطعی گرفت جلوی اعتراض‌ها و جمله معروفی گفت که بعدش هم با سرکوب شدیدتر دنبال شد و گفت هر کس در این شرایط دیگه بخواد بیاد به لشکرکشی خیابانی به قول او ادامه بده، به نوعی تلویحاً بخوام نقل بکنم گفت خونش پای خودشه. اما خب یک موضوع دیگه در اون سخنرانی بود در سال 88 که رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنرانی گریه کرد، صحبت‌هایی کرد که در واقع یک جور تضرع بود توش، یک جور ارائه تواضع بود، بله تواضعی بود که خطاب امام 12 شیعیان بیشتر به نظر می رسید باشه و گریه کرد و جمعیت هم باهاش همراهی کرد. این مدل، این رفتار در واقع، این بخش از سخنرانی ها جای دیگه هم در سخنرانی های آقای خامنه ای دیده شده. سال 78 هم وقتی که اعتراض های در ایران شروع شد در ماجرای 18 تیر و اعتراض های بعدش در جمع گروهی از هواداران شاه خامنه ای، او اونجا هم گریه ای کرد، هرچند کوتاه‌تر و بغض کمتری بود، ولی گفتش که اگر عکس منو هم پاره کردند چنین و چنان. قبل تر از اون هم در یکی از اولین سخنرانی های آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وقتی که در جماران در جمع گروهی از در واقع میشه گفت اعضای مجلس خبرگان، اونجا هم با گریه بود، در جلسه مجلس خبرگان هم بود. به نظر میسه آقای خامنه ای هر بار که با اعتراض های خیابانی مواجه شده
چنین رفتاری در سخنرانی‌هاش بوده، ولی این بار این نبود. این بار به نظر نمی‌رسید که مثل سال 88 یا سال 78 خواسته باشه که اصلا اعتراض‌ها رو اونقدر جدی بگیره که در مورد شین صحبتی بکنه. خیلی بیشتر خواسته بود تاکید بکنه، انتخاب کرد در واقع بخشی از این اعتراضات رو و جواب ویژه داد، مثلا نه غزه نه لبنان، شعاری که میدادن معترضان. و دومین نکته که در این اعتراضات بهش اشاره کرد پاره کردن عکسای قاسم سلیمانی بود. حاد اینجا در استودیو با ما بمون، اجازه بده با عمار ملکی صحبت بکنیم، استادیار علوم سیاسی دانشگاه کس هلند با ما هستن. آقای ملکی، چطور ارزیابی میکنید آنچه که آیت الله خامنه ای گفت رو؟ بله، من هم معتقد هستم که آن چیزی که شاید هیاهوی بود که چند روز گذشته در مورد اینکه سخنانشون چگونه خواهد بود و تعیین کننده خواهد بود، آیا واقعا یک نوع حتی سیاست گذاری در اون به شدید رو واقعا شاهد نبودیم. کاملا به نظر من یک نوع هیاهو برای هیچ بود. آقای خامنه‌ای در موضعی که داشتن خیلی ضعیف‌تر از آن چیزی به نظر می‌رسیدن که حتی خیلی‌ها تصورش رو می‌کردن، حتی مثل همیشه اون انتظار رجزخوانی هایی که ایشون معمولا میکنند رو در قالب بعد از اتفاقی در صورت در حمله به پایگاه آمریکایی در عراق داشتن و اینکه حالا بخواهند بگن که ما بار دیگه ادامه خواهیم داد یا این فقط یک سیلی بودش که چندین بار تکرار کرده بودن و به نوعی بخوان بحث انتقام گیری از کشتن آقای سلیمانی رو دوباره مطرح کنند و این به اصطلاح پرونده رو باز بذارند، هیچ کدوم از اینها اشاراتی نبود. من فکر می‌کنم مهمترین چیزی که ایشون به نوعی هم بهش گفتن و گفتن بعداً هم بهش میپردازیم، و من البته تحلیلم این هستش که در اشاره خیلی ظریفی هم که ایشون به بحث ده‌ها میلیون نفری که در مراسم آقای سلیمانی شرکت کردن رو ایشون دوبار این بحث رو گفت، و این رو یک خطی می‌بینیم که در چند روز گذشته شروع شده بود که از عدد 1-2 میلیونی که از رسانه‌ها اول گفته بودند بعد رسیدن به 7 میلیون که ستاد تبلیغات اسلامی گفته بود، بعد آقای 10 میلیون رو آقای ظریف گفت، دیروز سخنگوی سپاه گفته بود 25 میلیون، و امروز آقای خامنه‌ای گفت 10 میلیون. من فکر می‌کنم این جمعیت ایران 80 میلیونه دیگه، این 10 میلیون بله دیگه، ایشون وقتی میگن 10 میلیون در صد منظور حداقل بعد 3-4 میلیون باشه دیگه، شما 30-40 میلیون باشه وقتی شما میگی 10 میلیون، چون در صد مثلا 15 میلیون آدم نمیگه 10 میلیون. منظور اینجاست که اینها رو اگر کنار هم بگذارید، با توجه به تأکیدی که ایشون بر مسئله انتخابات کردن و گفتن من در مورد انتخابات صحبت می‌کنم، این مسئله مهمی است و به نظر میاد که اینها پیوند داره. در اصل الان مسئله اعداد در ایشون مهم شده، ایشون میدونه که محبوبیت بسیار پایینی در ایران داره، و حتی نگاه کنید در مورد همون شعارهایی هم که آقای نیلی هم فرمودن که اشاره‌ای بهشون نشد، یعنی ایشون واکنشی داد، نشون دادش که شعارها رو میشنوه، میدونه جریان چیه، اما هیچ اشاره‌ای نکرد که تقریبا تمامی شعارهایی که این چند روز داده شد در خیابان‌ها بر ضد ایشون بود، به شکل‌های مختلف اسم ایشون برده میشد، جایگاه ایشون برده میشد، و به نظر میاد که در هر صورت فعلا مسئله‌شون این هستش که بتونن یک جوری این بحث نمایش مشروعیت و این انتخاباتی که پیش رو دارن رو به یک جایی برسونن، و باید منتظر بود ببینیم که در عمل هم سعی میکنن اون سیاست جذبی که بخشی از اصلاح طلبان اون بدنه‌ای که یه مقدار ریزش داشتن در این مدت رو دوباره جذب کنن با تجدید نظری در مسئله رد صلاحیت‌های اصلاح طلبان و اونها. من نکته بیش از این ندیدم در صحبت‌هایشون. نظارگر برنامه زنده بخش فارسی بی بی سی هستید که به دنبال سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران آغاز شد و همچنان ادامه داره تا 15 دقیقه دیگر این برنامه، و بعد همکاران من در اتاق خبر تلویزیون فارسی بی بی سی برنامه را ادامه خواهند داد. با عمار ملکی صحبت می‌کنیم. آقای ملکی، که دیگر از بخشایی که آقای خامنه‌ای صحبت کرد، رزمندگان بدون مرز خواندن سربازان سپاه قدس، به طور کلی سپاه قدس، سپاه پاسداران ایران بودش. این اظهارات در حالی بیان میشه که اولا ایالات متحده آمریکا ایران رو به دخالت‌های منطقی متهم میکنه، شروطی رو برای ایران گذاشتن جز 12 شرط، یکی همین بود که دست از این دخالت‌ها برداره، و اتحادیه اروپا هم که کوشش میکنه از سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا فاصله بگیره، به طور مشخص سپاه قدس، سپاه پاسداران رو تحت تحریم قرار داده. آقای خامنه‌ای از یک سو میگه که سیاست راهبردی جمهوری اسلامی، چند روز پیش گفته بودن اینجا یادداشت کردم، سیاست راهبردی جمهوری اسلامی خروج آمریکا از منطقه است، به خاطر اینکه میگه همونطور که آقای ظریف هم میگه دلیل نداره که سربازای کشور دیگه هزاران کیلومتر آن طرفتر بجنگن. از یک سو صحبت از رزمندگان بدون مرز ایران میکنه در خارج از مرزهای ایران، این بخش از صحبت‌های او رو چطور ارزیابی میکنید؟ بله، من فکر می‌کنم این واژه رو به شکل بسیار مشخصی به ایشون پیشنهاد دادن. من حس می‌کنم حتی تیم حرفه‌ای مثل تیم آقای ظریف، به خاطر اینکه می‌دونن که این
واژه ترجمه مناسبی داره برای اینکه بشه اون رو در رسانه‌های غربی به نوعی در خدمت پروپاگاندا گرفت. می‌دونیم که ما بحث خبرنگاران بدون مرز، پزشکان بدون مرز و اینها یک ادبیات جا افتاده هستش که اینها کسانی هستن که معمولاً به صورت نهادهای مدنی میان کمک می‌کنن در حوزه‌های مختلف و به صورتی کنترل کننده حکومت‌ها هستند. این رو میشناسم این واژه بدون مرز رو، اما ایشون وقتی میاد سربازان بدون مرز رو بررسی میکنه برای اینکه بتونه درسته که ترم جدیدی رو اضافه کنه. واسه در این حال من تا جایی که دقت کردم ایشون تاکید داشت که در منطقه، یعنی سعی میکرد که این بدون مرز رو در اساس بحث این بکنه که اینها کسانی هستن که در منطقه هستن، به قول خودشون باعث نمیدونم صلح و امنیت در منطقه شدن. حتی اون پیام عربی هم که ایشون دادن که بخش نسبتا مفصلی رو از اون خطبه رو گرفته بود این بودش که در اصل بتونن یک مخاطب دیگری که در اصل در کشورهای حامی خودشون دارن رو باهاشون صحبت بکنن. این به نظر میرسه که اصلا در عمل آنچه که ما میدونیم از حملاتی که به نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه در چند سال گذشته شده و تقریبا هیچ واکنشی نداشتم، حتی اون موقعی که آقای سلیمانی در رأس سپاه قدس بود، و تضعیفی که در اصل این نیروها در کشورهای مثل لبنان و عراق دارن با توجه به اعتراضات گسترده مردمی، آقای خامنه‌ای در سعی میکنه که بگه که ما هنوز خلاصه قافله رو نباختیم، اما در عمل اون شرط اتفاقا که از شروطی بودش که شروط آمریکا بودش که در عمل واقعا اجرا شد، یعنی بسیار تضعیف شد، کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه میکرد به نوعی محدود شد. خب به کشتن آقای سلیمانی هم که ضربه تقریبا میشه گفت نهایی بودش در به نوعی در رأس در قسمت فرماندهی این جریان. این که در آینده چه خواهد شد، آیا واقعا جمهوری اسلامی میتونه اون روش هایی رو که قبلا داشته، اون مانورهایی که قبلا میاد کشورهای مختلف با این نیروهای نیابتیش با به قول خودشون سربازان بدون مرزشون انجام بده یا نه رو باید دید. اما به نظر میاد که فقط این یک جور تلاش برای این که نشون بده که در اصل ما هنوز اون رویه قبلی رو خواهیم داشت، اما در عمل فکر نمیکنم که بتونن، نه تواناییشو دارن و نه اینکه احتمالاً بخواهند که خیلی درگیری رو بالاتر ببرن حداقل با آمریکا. سپاسگزارم امان ملک همچنان با ما باقی بمون. هادی، آقای روحانی در صف نخست نشسته بود در کنار سایر مقامات مسئول، میدیدم که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه به زبان بدن او اشاره کردن. تو میدونم که تماشا میکردی اظهارات آقای خامنه‌ای رو و همینطور زبان بدن آقای روحانی رو تا اونجایی که تلویزیون ایران البته مخابره میکرد، چه دیدی؟ اتفاقا خود تلویزیون جمهوری اسلامی تاکید داشت وقتهایی که بخشی از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی اشاره داشت به مذاکرات و برنامه هسته‌ای و اینها، میرفت روی چهره رئیس جمهور ایران، میخواست انگار همین رو نشون بده که واکنش آقای روحانی چه هست. خب آقای روحانی خیلی حداقل به نظر نمی‌رسید که، اگرم از احساسش که خبر نداریم، ولی به نظر نمی‌رسید از واکنش رفتاریش از زبان بدنش که خیلی مثلا به هیجان آمده باشه و خوشحال باشه از این صحبت‌ها. و حتی حالا سیامک میتونه بعداً بیشتر به موضوع واکنش شبکه اجتماعی بپردازه، ولی دیدم که خیلی کاربرا اشاره کردن به اینکه آقای روحانی خیلی هم زود بعد از نماز پا شد از سر صف و رفت. بعضیا تشبیه کرده بودن که چقدر تون داره پا میشه، چه عجله‌ای داره، چه خبر شده. حالا فکر کنم سیامک بیشتر اشاره بکنه. اما یه موضوع دیگه که هست اینه که خیلی ها حرفای دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو تعبیر کرده بودن که یک جور، حالا پاسخ که نمیتونه بده رئیس جمهوری به رهبر جمهوری اسلامی، ولی یک جور در واقع مقدمه بود شاید از موضع رئیس جمهوری ایران که گفته بود که در واقع با جلوگیری از یک گلوله، فرق یک گلوله میشه جنگ و صلح باشه مرزش، یا اینکه گفت که نمیشه یا او بلد نیست کشور رو، اقتصاد کشور رو بدون ارتباط با جهان به سمت بهبودی و رفاه برد. ولی خب رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای نه فقط امروز در سخنرانیش در نماز جمعه، بلکه بارها سخنرانی قبلیش موضع نسبتا متفاوتی داشته، بر اقتصاد، بر استقلال اقتصادی تاکید کرده. به نظر نمیرسه او در مورد مثل رئیس جمهوری ایران فکر بکنه. اگر کسانی دنبال پیدا کردن تفاوت‌هایی باشن بین مواضع این مقام‌های عالی جمهوری اسلامی، شاید اینجا مواردی بتونن پیدا بکنن از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری اسلامی. سیامک دوباره خوش اومدی به برنامه. میبینم که با یک دفترچه نظر اومدی از شبکه‌های اجتماعی مردم چی نوشتن. الان حدود یک ساعت هست که از تقریبا یک ساعت هست که از پایان صحبت‌های آقای خامنه‌ای میگذره. دقیقاً در واقع کاربرایی که نزدیک به حکومت هستن، به اصطلاح کاربران ارزشی، دارن تقاضا میکنن که پیش
هشتگ پیشنهاد بشه. الان جمعه تاریخی، جمعه تماشایی، فعلا یه چیزایی هستش که پیشنهاد شده دارن از طرف این نوع کاربران داره استفاده میشه. در مورد نکاتی که هادی گفت، دقیقاً یکی از چند تا نکته، یعنی چند تا از کاربران در واقع به این نکته که آقای روحانی خیلی سریع این مجلس رو ترک کرد پرسیدن که فهم میدونین چه اتفاقی افتاده، چرا انقدر سریع آقای روحانی فوری مجلس جلسه سخنرانی رو ترک کرد. در قسمتی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای باز که اشاره کرده بود که در واقع گفتن کنایه زده به آقای روحانی، آقای روحانی چند روز پیش گفته بود که من از در شورای امنیت کشور دارم هر روز مراقبم که جنگ نشه و امنیت رو حفظ بکنم. در اون قسمت از صحبت‌های آقای خامنه‌ای که گفته بود کسانی که جان برکف وارد میرن تو قلب دشمن، اونها میتونن ادعا بکنن که امنیت کشور رو حفظ کردن. بعضی کاربران میگن این جمله آقای خامنه‌ای کنایه است به حرف آقای روحانی که چند روز پیش زده بود. در مورد همین قضیه ای هم که آقای روحانی گفته بود بدون ارتباط خارجی نمیشه کشور رو اداره کرد، در واقع خیلی ها باز داره یه قسمتی از حرف آقای خامنه‌ای رو باز کنایه به آقای روحانی میدونن، جواب به آقای روحانی میدونن که گفته بود که کسانی هم که میان پای مذاکره میشینن مثل تروریست هایی هستن که قاسم سلیمانی رو ترور کردن. در واقع هر بخشی از صحبت های آقای خامنه‌ای داره واکنش پیدا میکنه. اینکه خیلی‌ها میگفتن که اونقدری که از پاره کردن عکس آقای سلیمانی ناراحت بود، در مقابلش هیچ اشاره‌ای به 176 نفری که کشته شدن نکرد، فقط اشاره کرد که یک ابهاماتی وجود داره و باید پیگیری بشه برای پیشگیری و در همین حد تمامش کرد. اینا نکاتی است که الان داره با زور شکل میگیره و میره جلو. حالا تا ساعت دیگه ببینیم که کاربران چه زاویه‌های دیگه‌ای رو به این قضیه اضافه می‌کنه و چه جهاتی دنبال می‌کنن اینجا. سپاسگزارم سیامک محیط زاده اینجا در استودیو با ما. می‌دونم که روز بسیار شلوغی خواهید داشت، به هر حال واکنشا بعد از این سخنرانی خواهد اومد. امروز جمعه تهران هم هستش و باید ببینیم که مخاطبان چه خواهند گفت، واکنشا چه خواهد بود. هادی، بیرون از اینجا که بودی نگاه می‌کردی به مراسم و همینطور سخنرانی آقای خامنه‌ای، یک بخشی هم بودش که ظاهراً صداهایی شنیده می‌شد از دور که دیدم، سیامک تو هم می‌تونی به من کمک بکنی، البته برخی از مخاطبان می‌گفتن که عادی نبوده. من خودم هم متوجه شدم، آیا شما هم متوجه شدی که این چه بود، چه می‌گفتن؟ چون گفته می‌شد حتی ممکنه شعارهایی داده باشن که بعدش بلافاصله با شعار مرگ بر منافق نمازگزاران اون صداها خاموش شد. صداهایی شنیده میشد وسط سخنرانی، به نظر هم نمیرسید اون جاهایی باشه که خود آقای خامنه‌ای انتظار داشت که شعارهای معمول برای این سخنرانی ها باشه. به نظر نمیرسید که چندان همزمان بوده باشه با اون چیزی که انتظار میرفته. و اون کسانی هم که حالا بعضی وقت بهش میگن وزیر شعار، یا کسانی که هستن که وزرای شعار هستن کابینه شعار، اینها به نظر میسته که از اون قسمت بوده باشه. برای همین واکنش کاربران برانگیخته، کنجکاوی رو بیشتر برانگیخته که چه بوده، و به خصوص که در جوابش هم جمعیت شعارهایی مثل همونطور که گفتی مرگ بر منافق میدادن که معمولا وقتیه که کسی خلاف جمعیت و خلاف روند مرسوم شعاری بخواد بده یا حرفی بزنه چنین شعاری میدن. حالا باید در واقع منتظر بود که شاید بعضی از حضار در سخنرانی اگر شنیده باشن به اشتراک بگذارن، چون در رسانه رسمی و در روی آنتن صدا و سیمای جمهوری اسلامی نمیشه تشخیص داد که این هم از اون چیزهایی که فکر می‌کنم سیامک و همکاران من در شبکه‌های اجتماعی در طول روز شاید بهتر بتونن قضاوت بکنن. چیزی که الان تو این فاصله من تونستم ببینم، یکی دو مورد دیدم که اونا فکر می‌کردن، یعنی در واقع اینجوری حد زدن، می‌گفتن شاید تعدادی دارن شعار مرگ بر خامنه‌ای میگفتن که به این شکل با شعار مرگ بر منافق ساکت شد و این قضیه، ولی خب چیزی واضح به گوش نرسید و نمیشه تایید کرد و ما هم هنوز نمیتونیم تایید بکنیم. میگم شاید زمان نیاز داره. در این دقایق پایانی این ویژه برنامه اجازه بدید که نگاهی بندازیم آنچه که آقای خامنه‌ای گفت در سخنرانی امروز خودش، سخنرانی که بعد از مرگ قاسم سلیمانی در روز 13 دی در قالب نماز جمعه تهران برگزار شد، 8 سال بعد از آخرین نماز جمعه‌ای که آقای خامنه‌ای اقامه کرد در آبان ماه 1390. این نماز جمعه در سایه حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به پایگاه عین الاسد، مقر نیروهای آمریکا در استان انبار عراق هم هست. حمله‌ای که تلفات جانی نداشت از جانب آمریکایی‌ها، اما شلیک دو موشک به یک هواپیمای مسافربری در نزدیکی تهران متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین باعث کشته شدن 176 نفر شد. مسئله‌ای که در
سخنرانی آقای خامنه‌ای چندان پررنگ نبود، پررنگ‌تر از این بخش اظهارات ایشون بود در مورد آقای قاسم سلیمانی که کشته شد و همینطور در مورد تشییع جنازه او انبار ملکی. فرصت کوتاه داریم، یک دقیقه اگه بخواید جمع‌بندی بکنید اظهارات آقای خامنه‌ای رو. من احساس میکنم آن چیزی که انتظار میرفت، خیلی انتظار داشتن که مسیر جدید ایشون نشون بده که کشور میخواد به کدوم سمت بره. ما میدونیم که در صدر وضعیت تحریم ها، وضعیت بحران ها، وضعیت نارضایتی عمومی اینا هم هست. به نظر میاد که آقای خامنه ای کماکان همون سیاست نه جنگ و نه مذاکره رو به نوعی تلویحا اعلام کردن و امیدشون این هستش که این یک سال رو بتونن به جلو ببرن با به نوعی مهار کردن مشکلات و اعتراض ها، تا اینکه شاید بتونن به اون سناریوی شکست آقای ترامپ به فکر بکنن که شاید همچین چیزی حاصل بشه. من هیچ چیز دیگه ای که به عنوان یک جور تعیین سیاست جدیدی باشه ندیدم. به نظر میسه که تنها تمامی این بحثا همون بحث نه جنگ و نه مذاکره رو میشه گفت از دلش میشد در اصل دید. سپاسگزارم عمار ملکی که از هلند با ما صحبت میکردید. از همه شما بینندگان این برنامه هم سپاسگزارم که در دو ساعت گذشته با ما بودید، دو ساعتی که به پوشش سخنرانی آقای خامنه‌ای در نماز جمعه تهران پرداختیم. آقای خامنه‌ای از سپاه پاسداران ایران صحبت کرد، از کشته شدن قاسم سلیمانی گفت، از تشییع جنازه او سخن گفت و ادعا کرد که 10 میلیون نفر در این سخنرانی در این تشییع جنازه ببخشید شرکت کردند و از اعتراضات در ایران هم کم رنگ‌تر سخن گفت، به ویژه تاخت به کسانی که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران دادن و اشاره بسیار کوتاه هم به سقوط هواپیما داشت. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز. پوشش ویژه تلویزیون فارسی بی بی سی همچنان ادامه خواهد داشت، همینطور میتونید از طریق وبسایت ما خبرها رو دنبال بکنید، bbcpersian.com. اگر نظارگر این برنامه از یوتیوب هستید یا میخواهید باشید، youtube.com/bbcpersian هم جایی است که میتونید این برنامه رو تماشا بکنید. تا لحظات دیگر پخش برنامه خبری ما با ناجی غلامی آغاز خواهد شد. سپاسگزارم از شما از بی بی سی در لندن. روز و شب بر شما خوش.